بگوی که از سوی کی حمله صورت گرفته، شاید خودت، خانوادت با خطر بزرگتر از این مواجه شوه. افغانستان که چلگ مشهور است، یا پرسنه که کارو که نستا پنون با دیر فیسبوکونه یا خواله رسنه که با اکاونتونه جوریگی. فکر ما دا محدودیت ندرلوده، ما کولی شو چی لوستم پا مراتب و مطرح خبریاله لوستم. ما دموکراتیزه ترین قانون را در مقایسه با کشورهای امسایه داریم. گاهگاهی فراتر از قانون تا ما عمل کردیم و بعض موضوعات نشر شده. اگر ما بگویم که در رسانه افغانستان سانسور نیست و مطلقا رسانه ها آزاد هستند، شاید درست نباشه. سانسور از تقریبا ما خودم نیست، یک خبرنگار که سالها کار میکنه با رسانه های مختلف، با سه نوع سانسور عملا روبرو هستیم یا مواجه میشیم. یک سانسوری است که از طرف مالک تلویزیون یا از طرف مسئولین تلویزیون بالاید هم اعمال میشه که باید بعضی مسائل است یا بعضی حرف هایی است که گفته نشه یا بعضی مسائل است که باید تعقیب نشه. یک سانسور دیگه هم است اگر این را قبول نکنی، وظیفیت به خطر مواجه میشه. یعنی وظیفیت به خطر مواجه میشه، شاید وظیفیت از دست بدی، مجبور میشی در شرایطی که افغانستان مردم با او مواجه هستند، اگر یک بار وظیفیت از دست دادی، دوباره پیدا کردن وظیفه و شغل بسیار مشکل است. به اساس مجبور هستی که بعضی وقت سانسور را در نظر بگیری و عملی کنی. سانسور دیگه هم یک تهدیدات است. تهدیدات است که بعضی از مقامات تهدید میشه خبرنگار، از سوی مقامات، از سوی زورمندان است، از سوی تفنگداران است، مخالفین مسلح است، گروه های زیاد، یعنی افراد مسلح غیر مسئول است که تهدید میکنند. مجبور هستی که سانسور را در نظر بگیری. یک بار که میخواستم یک مستند در مورد داعش بسازم و تقریبا چندین ماه سر یک گزارش در ننگرهار جلال آباد کار میکردم، با چندین روسوالیش رفتم، حتی پول از جیب خود مصرف کردم که بعضی از ویدیوهای ملاقات داعش از مسئولین داعش با پول خریداری کنم. این در ظرف یک و نیم ماه همی مستند ما آماده ساخته بودم که داعش از کجا میاد، چگونه اینا تمویل میشن، امکانات برای اینا کی فراهم میکنه، این مسائل. وقتی که من مواد خود تکمیل کرده بودم، شاید زیر تعقیب بودم، میخواستم از طرف ننگرهار یا جلال آباد به طرف کابل بیم، در آب کمین مواجه شدم و هدف از کمین آمینمی بود که دوج آگارم شدم و هدفشان فقط اینمی بود که کامره مرا بگیرن، چون تمام مواد دو بود و موبایل هایی که ویدیو ها فکر میکردن دو بود، امور را گرفتن. زمانی که من با کابل رسیدم، باز دوباره زنگ آمد از امور شماره معلوم دگاله، گفتن که اگر دی مورد تو بخوای که را تعقیب کنی یا بگوی که از سوی کی حمله صورت گرفته، شاید خودت، خانوادت با خطر بزرگتر از این مواجه شود. چیرته موږ پاکستان ته وګورو، تاجکستان یا ازبکستان ته وګورو، همدارګه که ایران ته موږ وګورو، نسبت اغیز نه په افغانستان کې د بیان ازادي ډیره ده. د افغانستان خلک اوس د تغییر په حال کې دي. اوس دوی دا مني چې یوه پیغله، یوه جلکۍ راسي رسنیو کې کار وکړي، دوی ته آګهي دهي ورکړي، خبرونه او واقعیتونه دوی سره شریک کړي. نو اوس شرایطو کې دومره ستونزې نشته، اما بل پلوه عموما په ټول هیواد کې هغه که ښځینه ژورنالیستان دي، هغه که نارینه ژورنالیستان دي، له خطرو سره مخ دي. موږ ډېر قربانیانې په دې برخه کې ورکړي دي. یوه خبره څه ده چې په افغانستان کې چې لږ مشهوره سي یا په رسنیو کې کار وکړي، نو ستا په نوم به ډېر فیسبوکونه یا خواله رسنیو کې به اکاونټونه جوړېږي. نو زه نه پوهېږم چې له دوی به دوی څنګه استفاده کوي یا څه لذت به لري چې د بل چا په نوم باندې استفاده کوي، هغه جوړوي. او کله کله په دې برخه کې شخصیت کشي هم کیږي چې ستا له نوم نه مثلا استفاده کوي یو چاته بد رد وایي. له دې شانو سره موږ لیدلې مخصه یو. حتی گاهگاه خطوط قرمز را ما زیر پا میکنیم، گاهگاه فراتر از قانون حتی ما عمل کردیم و بعض موضوعات نشر شده که امنیت ملی یا در کل گاهگاه منافع ملی یا گاهگاه غرور ملی را تحت سوال و تحت شاق قرار میده. اما بر ما حوصله شده، اما بر ما گذشت شده در مقابل ما.
تعداد زیاد از افراد ضرر نکنم، ما مصلحت شخصا خودم دانستیم که این کار را نکنم یا بالاخره این حقایق نشر نشه. یک موضوع، یک دلیل. دلیل دیگه هم جان نگاه کردن فرض هست و به خاطر امنیت فیزیکی خود و به خاطر امنیت شغلی خود گاه گاه اتفاق افتیده که بعض موضوعات نشر نشه و یا بعض موضوعات اگر نشر هم شوه به گونه مصلحتی نشر شوه که مصلحت دو طرف یا مصلحت یک طرف یا مصلحت کل یا ملی یا عام مردم در نظر گرفته شوه که بعد مشکل پیش نیاید. د دې لپاره چې یو ښه خبریال اوسي، مطرح خبریال اوسي، ته باید ډېرې پراخې اړیکې ولرې، له هر ډول خلکو سره اړیکې ولرې، د حکومت له مشرانو نه، د حکومتي چارواکو نه، تر د وسلوالو ډلو کې له بانفوزه شخصیتونو سره. خو که چېرته ته یوه ښځینه خبریاله یې، بیا دا کار ډېر په اسانه نشي کولی او ته مجبوره یې چې شاته کښېنې، او ځکه چې په ځینو مواردو کې ستاسو له اړیکو نه ناسم مفهوم اخیستل کېږي، ستاسو اړیکې ناسمې ارزول کېږي، او کله کله هم کېږي چې تاسو کوښښ کوئ چې دغه خپلې اړیکې پراخې کوي خو تاسو ته سرخوږی جوړېږي. زه هم په ډېرو مواردو کې د دې لپاره چې راته سرخوږی جوړ نه سي له دغو پراخو اړیکو تېره شوی یم، او په ډېر مواردو کې مې ځان ګوښه نیولی دی. که چیرې ما دا محدودیت نه درلوده، ما کولی شو چې له اوس نه په مراتبو مطرح خبریاله اوسم، هغه څه چې زه فکر کوم اوس نه یم څومره چې زه غواړم. از جانب دولت فشار یا استبداد رأی یا کدام گونه سانسوری بالای رسانه ها وزن نشده، یعنی رسانه ها آزادی کار و عمل خود را دارن و تعبیر دیگر پرورش خرد نقاد و حمایت از آزادی بیان از مؤلفه ها و سازه های اصلی است که دولت افغانستان متعهدی به آن است. نوع خود سانسوری در کار خبرنگاری در افغانستان وجود دارد. بسیاری از رسانه ها هستند بنابر منافع نهاد رسانه‌ایشان یا بنابر منافع تیمی که در تماس هستند، منابع مالی که دارند، دست به خودسانسوری میزنند. فعالیت رسانه‌ای افغانستان نسبت بر کشورهای منطقه یک نمونه است. ما دموکراتیزه‌ترین قانون را در مقایسه با کشورهای همسایه داریم.